سلام خوبید سلامتید جلسه بعد رو میخوام شروع بکنیم اگه یادتون باشه یکی دیگه از کارهایی که ما انجام میدادیم این بودش که میومدیم متنهای انگلیسی رو در واقع هم ترجمه میکردیم هم توش یه عالم لغت یاد میگرفتیم همین که میومدیم یه سری اصطلاح عبارت های به موضوعات و موقعیت مختلفی که تو اون متن انگلیسیمون وجود داره رو یاد میگرفتیم بریم ببینیم امروز چه داستانی براتون داریم امروز داستان ما راجع به راجع به دنیل و خانوادهش هست که اینا در واقع آخر هفته ها تو تعطیلات دوست دارن میرن ساحل نزدیک خونهشون حالا یه سری اتفاقاتی هم تو این داستان اون براشون میفته که میخوایم بریم اون اتفاقات رو با هم بررسی بکنیم ساختار اصلیمون فائل، فعل، مفعول، قید مکان، قید زمان، قید حالت رو همیشه بالای همه اسلایدامون من دارم شما هم همیشه بالای همه برگه های دفترتون، نوتبوکتون دارید و هی دارین چشمی سعی میکنیم این رو هی نگاه بکنیم و این قالب و قاعده تو ذهنمون نقش ببنده میخونیم با هم Every Saturday اول میخونم، ترجمه میکنم بعد بر این اساس تجزه تحلیل میکنم Every Saturday Daniel and his family go to the beach every Saturday. Daniel and his family go to the beach. Uh, هر شنبه یا شنبه ها دانیل حالا به قول ما دانیال and his family و خانوادهش go to the beach میرن به ساحل تنزیه تحلیل میکنیم uh, دوستان گفتیم که قید every Saturday قید زمان هست ای کاش این قید زمان ته جمله می اومد تو متن ای کاش ته جمله می اومد من برای اینکه میخواستم در واقع پایبند باشم به خود متن این تغییر رو ندادم ولی ای کاش ته جمله می بود بر اساس ساختار ما حالا ما فرض میکنیم که این every saturday اومده اینجا انتهای جمله قرار گرفته دانیل and his family دانیل و خانوادهش go to the beach میرن به ام، ساحل every Saturday تایزه تعلیم میکنیم Daniel and his family میشه فائلمون همیشه بعد از فائل ما فعل داریم go میشه فعلمون کجا میرن to the beach میشه مفعولمون حالا یا مفعول اگر ببینیم این رو یا اگر قید مکان ببینیم گفتیم every Saturday ما فرض بکنیم اینجا انتهای جمله هست every Saturday قید زمان جمله بعدی They live far from the beach They live far from the beach اونها زندگی میکنن far from یعنی دور از far from رو یاد بگیریم یعنی دور از دور از ساحل اونها دور از ساحل زندگی میکنن تایز تحلیل میکنن همیشه جمله با فائل شروع میشه دی فائل لیو فعله بیچ حالا اگه گفتیم یا قید مکان فرضش میکنیم یا حالا مفعول فرضش میکنیم دور از ساحل So it is difficult to go to the beach every week. So it is difficult to go to the beach every week. پس در نتیجه سخته. It is difficult. سخته. چی سخته؟ To go to the beach. رفتن به ساحل هر هفته. هر هفته ساحل رفتن برای اونا سخته. چون که دور از ساحل زندگی تا تنیزه تحلیل میکنن. So حرف کلمه ربط قبلا راجع به صحبت کردیم مثلا کاری باش نداریم سر جای خودش هست جمله همیشه با فاعل شروع میشه اید فاعله ایز فعله دیفیکالت صفته صفته گو تو فعله تو ده بیچ بیچ رو ما گفتیم یا قید مکان در نظر میگیریم یا حالا مفعول در نظر میگیریم فرق نمیکنه every week قید زمان جمله بعد دانیلز مادر Says. مادر دانیل میگه که مادر دنیل میگه دانیلز مادر میشه فائل سز میشه فعل یادتون میاد یادتون میاد وقتی دو سه جلسه پیش راجع به زمان حال ساده صحبت میکردیم میگفتیم زمان حال ساده زمانیه که ما برای اتفاقاتی که همیشه رخ میده استفاده میکنیم و وقتی که فائلمون هم سوم شخص هست به فعلمون اس سوم شخص میدیم به فعلمون اس سوم شخص میدیم دانیلز مادر سوم شخص شی به فعلمون اس دادیم خب مامان دانیل چی میگه We enjoy the beach ا lot وی انجوی بیچ ما لذت میبریم از ساحل خیلی زیاد ما لذت میبریم از ساحل خیلی زیاد وی میشه فاعل انجوی میشه فعل The بیچ مفعول ا قید حالت خیلی از ساحل رفتن لزمین But it takes too much time to go there and come back But it takes too much time to go there and come back اما take به معنای طول کشیدن زمانی هست طول می کشد too much time too much time یعنی زمان خیلی زیاد زمان خیلی زیاد زمان خیلی زیاد طول می کشد to go there بریم اونجا در یعنی اونجا and come back و بخوایم برگردیم پس رفتن به اونجا و برگشتن زمان خیلی زیادی طول میکشه تجزیه تحلیلش میکنیم but حرف کلمه ربط هست کلمه ربط هست گفتیم با بازم تکرار میکنم که با کلمات ربط کاری نداریم اسمش رو دو تا جمله رو به هم متصل میکنه اول جمله میاد کاری هم باش نداریم ایت جمله همیشه با فائل شروع میشه فائل جمله بعد از فائل همیشه فعل میاد تیکس فعله طول میکشه چه چیز را طول میکشد چقدر طول میکشه چجور طول میکشه تو ماچ تایم تو ماچ تایم مفعول همیشه بعد از فعل مفعول میاد زمان زیادی طول میکشه چه چیز تو گو در. دوباره فعل داریم رفتن به در آنجا مفعوله and come back و برگردیم خب این جمله چون دو سه تا فعل داشت یه مقداری این قاعده اصلی ما شاید تو نگاه اول به نظرمون درست رعایت نشده ولی درست کاملا رعایت شده بود ببینید it فائل take فعل too much time مفعول دوباره یه فعل دیگه go فعل در در واقع مفعول کامبک دوباره فعل که دیگه مفعول هم نداره ادامه متن دانیل هیز سیستر برادر بیکام پس شد مامانشون بهشون گفتش که از اونجایی که ما دور از ساحل زندگی میکنیم این که بخوام هر هفته بخوام بریم ساحل و خوش بگذرونیم خوشگذرونن چی بود جلسات گذشته داشتیم فکر کنید فکر کنید خوشگذرونن have fun بارک الله بخوام بریم ساحل و have fun داشته باشیم به همون خوش بگذاری یه مقداری برامون سخته به خاطر همین دانیل his sister and brother become very sad دانیل خواهرش و برادرش شدند یا میشوند very sad خیلی ناراحت میشن خیلی ناراحت میشن دانیل پسره his صفت ملکیه پسر براش استفاده میشه Daniel and his sister ناراحت میشن صد یعنی ناراحت متضاد سد رو ما داشتیم متضاد ناراحت رو داشتیم قبلا به معنای خوشحال چی بود فکر بکنید یادتون بیاد بهم هم بگید ببینم متضاد ناراحت میشد هپی ولی خب ادامه میدیم they want to go to the beach but it is difficult they want to go to the beach but it is difficult اونها میخوان جمله دو تا فعل داره پشت هم داره میاد و گفتیم که جملاتی که دو تا فعل دارن پشت هم میاد حتما بینشون باید تو بیاد با تو باید به هم وصل بشه they want to go to the beach اونها میخوان برن به ساحل but it is difficult اما این